اگر فرض شود سینوس 3π پنجم منهای 3 تا سینوس π دهم برابر 0 باشد، مقدار تانژانت 2π پنجم کدام است؟ ببینید، من میام اینو میبرم اونور، میشه مثبت، میشه سینوس 3π پنجم مساوی 3 تا سینوس π دهم. من میتونم به جای این بنویسم کوسینوس π دوم منهای π دهم، پس میشه سینوس 3π پنجم مساوی 3 تا کوسینوس π دوم منهای π دهم. خب پس این طرف که ثابته 3π پنجم، میشه اونور رو گفت 3 تا π دوم منهای π دهم میشه 5π دهم منهای π دهم، یعنی 4π دهم. سادهش کنیم میشه 2π پنجم، میشه کوسینوس 2π پنجم. خب حالا دوباره میام طرف چپ رو می نویسم، میشه چی گفت؟ به جای کوسینوس 2π پنجم بگیم منهای کوسینوس π منهای 2π پنجم. ببینید ما میدونیم که کوسینوس آلفا با منهای کوسینوس پی منهای آلفا برابر. خب حالا از این استفاده کرد، حالا میاد چه اتفاق میفته؟ میگیم سینوس 3 پی پنجم برابر میشه با 3 ضرب در پی 5 پی منهای 2 پی، میشه 3 پی پنجم. یه منفی هست که میاد این پشت، میشه چی؟ منهای 3 کوسینوس 3π پنجم. حالا اینجا سینوس 3π پنجم و کوسینوس 3π پنجم دارم، دو طرف رو به کوسینوس 3π پنجم اگه تقسیم کنم، سینوس به کوسینوس میشه تانژانت، اینم کوسینوسش با کوسینوس مخرج میره، میمونه منهای 3. خب از ما چی خواسته؟ تانژانت 2π پنجم رو خواسته. ما میدونیم که 2π پنجم و 3π پنجم با هم مکملن. خب وقتی دوتا زاویه با هم مکملن، تانژانتاشون با هم قرین است، پس به جای این چی میشه نوشت؟ تانژانت 2π پنجم مساوی مثبت 3. خب بین گزینه ها گزینه 1 مثبت 3 هست که به عنوان پاسخ علامت میزنیم.